أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله و نظم امركم. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم. همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم، تقوایی که اگر رعایت کنیم، اگر سرلوحه کارمان و در واقع میزان حرکاتمان قرار بدهیم، رحمت الهی در همه جوانب زندگی سراغمان می آید، ما را از همه خطرات، از همه زیانها و ضررها محافظت می کند. به همین دلیل است که مأموریم به حفظ تقوا تا از همه آسیبها در امان باشیم. الا فسونوها و تسونو بها، هوشیار باشین، تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا محافظت کنید. در خطبه اول بحث قرآنی با عنوان عفو و گذشت انشاءالله مطرح می شود و هممان با استفاده از راهنمایی های قرآن و پیامبر و تربیت شدگان مکتب قرآن و کلاس و دانشگاه و معدبه و پرورشگاه نبوت انشاءالله این بحث را میشنویم و بهره میبریم. در جنبه های مختلف اجتماعی، خانوادگی، فردی، در همه زمینه ها نکات را از بحث عفو و گذشت خواهیم شنید. همون گونه که شنیدید، امروز نهم ماه ربیع الاول است، هم دیروز هشتم این ماه شهادت یازدهمین امام نور بود و امروز آغاز امامت مولایمان، شخصیتی که اگر لحظه نباشد جهان اهل خودش را فرو میبرد، طاووس بهشتیان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. هم
از پدر بزرگوارش در خطبه دوم یاد خواهیم کرد و هم از وجود نازنین حضرت، حوادثی که در کشورمان هست، موضوعاتی که لازم است از باب وظیفه در نماز جمعه با اونها بپردازیم انشاءالله مطرح خواهد شد. اما بحث خطبه اول، یکی از صفات پسندیده و خصلت‌های انسان‌های مؤمن و انسان‌های با مرام مسئله گذشت است. اگر بخواهیم با مقابله کردن، با تلافی کردن اون چرا که به ما رخ داده، سراغ ما آمده، دنبال کنیم، زندگی ما آشفته میشه، هم زندگی خانوادگی، هم شخصی، هم زندگی اجتماعی. به همین دلیل است که بهترین روش مسئله گذشت است، عفو است، که در واقع از نیاز خود ما سر منشأ و سرچشمه میگیرد. ما هممون از خداوند انتظار داریم از ما بگذره، با عفو با ما برخورد بکنه. پس خوب است که ما هم با دیگران با همین رویه برخورد کنیم، از همین منظر در مسائلی که پیش می آید نگاه بکنیم. خداوند علی اعلی قضیه عفو و گذشت را در آیات مختلف قرآن مطرح کرده، انشاءالله بهره می بریم. عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است در معنای اصلیش، اما در اثر کثرت استعمال و در اثر مواردی که استعمال شده بیشتر به معنای گذشتن است، به معنای چشم پوشی است، به معنای آمرزیدن است. گاهی آدم از مالش میگذره، گاهی آدم از خدمتی که به دیگرها کرده میگذره، گاهی از حق مسلمش صرف نظر میکنه. همه اینها به معنای عفو و گذشت است. خداوند علی اعلی همه موارد توجه داره، در جایگاه عفو و گذشت خیلی دقیق میپردازه. میدانین یکی از بهترین راه‌های مبارزه با ظلم، با تجاوز و تعدی این است که انسان اگر کسی به او ظلمی کرد قصاص کنه. یا ایها الذین آمنوا مؤمنا کتب علیکم القصاص، اگر کسی را کشت باید کشته شود، فی القتلا، اگر کسی را کشت باید کشته شود، الحر بالحر، آدم آزاد کشته شد، قاتلش اگر آزاد است باید کشته شود، والعبد بالعبد، اگر بنده اسیری را کشت باید قاتل را کشت، والانثى بالانثى، اگر زنی را کشتن باید قاتل اون زن کشته شود، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. در این حال که وظیفه همه این است که در مقابل این جریان ها قصاص کنند، اما باز هم مسئله گذشت، مسئله عفو جای خودش داره. گاهی دیدیم افراد را به عنوان قاتل تا پای دار میارن، تا لحظه ای که به اعدام میرسن تا اونجا میارن، اما هستن افرادی که پای چوبه دار از قاتل میگذرن. این جامعه را بیدار میکنه، این جامعه را همدل میکنه. البته حقش اینه که قاتل کشته شود، اما باز هم به دست صاحب دم این اختیار هست که از قاتل هم بگذره.
لذا خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 237 میفرماید و ان تعفو، اگر بگذرین ببخشین، اقرب للتقوا، این گذشت به تقوا نزدیکتر است، این گذشت به آرامش و به در واقع سعادت نزدیکتر است. بگذریم از این مباحث عمیق قرآنی که فرصت کم داریم، بیاییم از این منظر به عفو نگاه بکنیم که در جامعه چه آثاری دارد. واقعا برکات عفو در زندگی ما چقدر تأثیر داره. شما میدانین اگر لحظه رحمت الهی از جامعه انسانی گرفته شود، هیچ کسی قدرت زندگی نداره. اگر نفس میکشیم، اگر غذا میخوریم، اگر راه میرویم، همه اینها رحمت الهی است. پیامبرم رحمت است برای عالمیان. در روایات مسئله عفو و گذشت خیلی عمیق مطرح شده. در دعایی که هممان انشاءالله بخوانیم و نه تنها بخوانیم، با این دعا زندگیمان را تنظیم کنیم، در دعای 16 صحیفه سجادیه امام 4 زین العابدین صاحب این کتاب ارزشمند که خواهر قرآن است و زبور آل محمد است، اینجوری به ما یاد داده: اللهم ان تشاء تعف عنا فبفضلك و ان تشاء تعذبنا فبعدلك یا غنی الاغنیا ها نحن عبادك بین یدیک و انا افقر الفقراء الیک فاجبر فاقتنا بوسعک ولا تقطع رجاءنا بمنعک. چقدر زیباست، زندگی رو به ما یاد میده. آرامش و در واقع همه فضائل را در این دعا به ما و به انسانها یاد میده. خدایا اگر بخواهی ما را عفو کنی، این از فضل و بخشش توست، و اگر بخواهی ما را کیفر نمایی، یقینا بر اساس عدالت تو خواهد بود. عفو از لطف خداست، انتقام و کیفر از عدل خداست. ای کسی که از همه انسانها بی نیازی، یا از همه اغنیا بی نیازی، خطاب به خداوند است. همکنون ما بندگان در پیشگاه تو حاضریم. حضرت خودش معرفی میکنه، اما به من و شما، به همه انسانها درس میده. و من محتاجتر از همه نیازمندان نسبت به عفو تو هستم. بنابراین ناداری ما را با وسعت لطف و رحمت خود جبران فرما، و امید ما را با دریغ نمودنت قطع مگردان. ما انتظار داریم خدا از ما بگذره، از گناهان ما، از خطاهای ما، از عجله های ما، از کینه های ما، از همه مشکلاتی که در زندگی داریم. باید خودمانم از این مسیر حرکت کنیم، از این راه و از این طریق زندگیمان را ترتیب و تنظیم کنیم. به همین دلیل است که جایگاه عفو در زندگی جایگاه بسیار ارزشمند و بالایی است. البته در بعضی جاها گذشت مرزی دارد. ما می توانیم از حقوق خودمان بگذریم، نمی توانیم از حقوق دیگران بگذریم. به همین دلیل است که خداوند همه جوانب را بررسی میکنه و دقت و
و در واقع مرزهایی را که لازم است بیان میکنه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کنه لله. اما جایی که لازم است انسان قاطعیت به خرج بدهد، بعضی جاها عده‌ای اگر مورد عفو قرار بگیرن جامعه را نابود میکنن، سرنگون میکنن. اونهایی که دنبال قلع و غم مردمن، جامعه هستن، با فتنه هاشان، با تجاوزشان، با تعدیشان، اونجا دستور این است که با قاطعیت برخورد کنین. علی کل حال ما نیاز به عفو داریم، ما نیاز به گذشت داریم. چه عواملی در زندگی ما باعث می شود ما گذشت کنیم؟ اساساً این گذشت در کجاهای زندگی ما جایگاه داره و نقش داره؟ اولا دقت کنین، همه ما انسان ها همونطوری که اسلام می فرماید، خدا در قرآن می فرماید اسلام دین فطرت است، فطرت الله التي فطر الناس علیها. همه ای انسان ها تمایل دارن به بخشیده شدن، همه ای ما به اصالت من، به حقیقت من وقتی مراجعه کنیم دوست داریم در همه مراحل زندگی اگر خطایی از ما سرزد بخشیده شویم. این یک واقعیت است. اگر کسی این گونه نیست معلوم میشه که از اون حقیقت انسانی دور شده. به همین دلیل است که در وجود و در حقیقت انسان، در اصالت انسان مسئله بخشیدن و بخشیده شدن وجود داره. خداوندم می فرماید وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. شما گذشت کنین، شما مردم ببخشین، مهربان باشین. آیا دوست ندارین خدا شما را ببخشه؟ وقتی ما نبخشیم با زیر دست من، با افرادی که با ما رابطه دارن، مسئول با رعیت، رعیت با مسئول، همسر با همسر، اعضای خانواده، افراد جامعه، اگر همدیگر را نبخشن از خدا امید بخشش داشته باشیم، این یک خطاییست. خداوند در سوره مبارکه نور آیه 22 قضیه را مطرح میکنه. نکته بعدی این است که اگر ما از دیگر را بگذریم خدا از ما میگذره. این یک حقیقت است. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. شما بگذرین، شما مهربان باشین، بعد ببینین خدا چه کار میکنه با شما. نمیشه ما خودمان خشن و بیرحم و بیگذشت باشیم بعد از خدا بخوایم از ما بگذره. نمیشه. علاوه بر این دستورات اکید الهی، دستورات قطعی الهی بر عفو و اغماز است. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. همه هستی بر حق است، زمین آسمان، هر چی که بین زمین و آسمان است. و ان الساعه لاتیه، قیامت هم قطعا میآید، هیچ شک نیست، ذره ای از اعمال ما مخفی نمیمانه. فصفح الصفح الجمیل. اما ای پیامبر، با منکران، با اینه که همه اینا حق است، نیکو درگذر. فصفح الصفح الجمیل، هم ببخش، هم بگذر، هم زیبا بگذر. گاهی آدم از کسی میگذره با منت. من راضی نیستم که اینطوری صحبت بکنم، من تا گاهی نکته میایه. خب حر ابن یزید ریاهی چقدر در مقابل آقای امام حسین برخلاف انتظار حرکت انجام داد، راه را بر آقا بست، آقا را از مسیر آورد به کربلا. تا روز عاشورا در قعر جهنم بود. روز عاشورا در اون لحظات آخر یک دفعه منقلب شد. وقتی آمد آقای امام حسین چگونه برخورد کرد؟ خود پیامبر
با مخالفینش با دشمناش جوری برخورد کرد. اذهبوا و انتم تلقا، برین شما آزادین. دستور دین این است. یکی از عواملی که باعث این عفو می شود، انسانها را وادار می کنه به عفو، خیلی نکته مهم است، این است که انسانها اخلاق نرم و ملایم داشته باشند. اتفاقا این نکته را باید توجه کنیم. بعضی ها فکر میکنن درست روایت داریم المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مثل کوه استوار است، نه در خشونت، در صبر، در پایداری. یعنی اون کوه استواری که مؤمن با او تشبیه شده در عجله نیست، در انتقام نیست، در گذشت است. لذا در روایات داریم مؤمن لینه، نرم خوست، مؤمن سازگار است. اونی که تعامل نداره، اونی که اخلاق نرم نداره، او با ایمان فاصله داره. یکی از عوامل این گذشت نرمخویی و اخلاق نیکوست. خدا به ما پیامبر اینجوری معرفی کرده، فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت خدا سراغت آمد پیغمبر، تو برای مردم مهربان شدی. لنت لهم، به پیامبر خطاب میکنه، ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر خشن و بیرحم بودی، سختگیر بودی، لنفذ من حولک، از دور تو مردم متفرق می شدن. باز بحث عفو میاد، فعفو عنهم، از مردم بگذر، برای مردم طلب رحمت کن. انسان های قدرت بخشش دارن که از اراده قوی برخوردارن. انسان هایی که اراده قوی ندارن، اراده ضعیف دارن، گرفتار کینه هستن، این انسان ها قدرت بخشش ندارن. شما فکر میکنین هر کس قدرت بخشش داره؟ اونی که در راه خدا جان میده، مال میده، اونی که در راه خدا میگذره، او اراده قوی داره. انسان های ضعیف، انسان های بی ظرفیت نمیتوانن نه در راه خدا جان بدن، نه مال بدن، نه در راه خدا بگذرن از خطای مردم، از اشتباه مردم. ولمن صبر و غفر ان ذالک من عزم الامور، هر که بر ظلم کسی صبر کنه. خب بعضی وقتا افراد در مقابل سختی ها میبرن، اونهایی که سختی ها را تحمل میکنن، در مقابل فشارها استوارن، فشارها اونها را از میدان بیرون نمیتوانه. این کار و همین طور با قدرت انتقام میبخشن، با اینی که میتوانن انتقام بگیرن میبخشن. این بردباری است، این بردباری دلیل بر قدرت اراده اونهاست. ان ذالک لمن عزم ذالک لمن عزم الامور، این از اون بزرگی اراده است، از قدرت تصمیم گیری است. پس این گونه می توانیم ما از عفو، از گذشت استفاده بکنیم. حالا اگر در جامعه عفو اخلاق عمومی باشه، در خانواده، در روابط بزرگ، در روابط کشوری، در روابط بالاتر از سطح کشور، در روابط کوچکتر، خانواده، در مکتب، در مدرسه، در متجر و در دکان و بازار، اگر ما با این رویه برخورد بکنیم چه آثاری دارد؟ اولین اثرش سلامت روانی و جسمی است. اونی که امروز به شدت به اون نیاز داریم، ما تنها به جسم سالم نیاز نداریم، جسم سالم هم نتیجه عفو گذشته، روان سالم هم نتیجه عفو گذشته است. خیلی از اختلالات عاطفی
رفتارها و خلاصه افزایش بی اعتمادی و همینطور خیلی از اعتمادها و خیلی از آرامشها نتیجه عفو و عدم عفو است. اونهایی که اهل بخشش نیستن در اضطرابن، در اختلال روحی و روانی هستن. اونهایی که اهل گذشتن، اهل خلاصه بخششن، اهل رابطه با خدا هستن، اینها یک آرامش روحی دارن. وقتی انسان آرامش روحی داشت، قطعا آرامش جسمی هم دنبال آرامش روحی می آید. افزایش رزق و روزی، یکی از آثار عفو و گذشت این است که انسان روزیش زیاد میشه، زندگیش متفاوت است. پیامبر فرمودن همانا در رفق و مدارا زیادی و برکت است. هر کس از فضیلت رزق محروم باشد از خیر محروم میماند. این همون پیامبر است که خدا در قرآن او را الگو معرفی کرده. امام کاظم فرمودن رفق و نیکی و خوش اخلاقی سرزمین را آباد می سازد، روزی را افزایش می دهد. ما برای مبارزه با فقر 12 میلیونی که در کشورمان هست، یکی از راه هایی را که باید دنبال بکنیم مسئله گذشت است، رفق است. باید برای کارهای درآمد و منابع درآمدی کار بشه اون جای خود. به تعبیر سوره مبارکه جمعه که می‌فرماید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، نماز تمام شد در زمین پخش بشین، کار کنین، هم کار هم اخلاق، با هم دیگه مشکل مردم حل میشه. در روایات داریم سبب طول عمر انسان میشود عفو و گذشت. من کسر عفوه مد فی عمره، هر که گذشتش بیشتر باشه عمرش طولانی تر است. بگذارین نکات اجتماعیش هم عرض کنم و طولانی نشه. آثار اجتماعی عفو گذشت، اونا آثار شخصی بود. روزی آدم زیاد میشه، عمر آدم طولانی میشه. اگر بخوایم اثرش در جامعه ببینیم چی؟ دیدین بعضیا خیلی عزیزن در جامعه. خدا میفرماید عزت از آن خداست، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. یکی از چیزایی که آدم در جامعه عزیز میکنه گذشت است. العفو لا یزید العبد الا عزا، گذشت بنده را عزیز میکنه. فعفو یعزکم الله، گذشت بکنین پیغمبر فرمود تا عزیز میشین. با انتقام آدم ذلیل میشه. هر قدرتمندی، هر حاکمیتی، هر فردی دنبال انتقام باشه نتیجه ذلته. هر که دنبال عزت است، دنبال ماندگاری است، باید به این نکته توجه بکنه. تبدیل شدن دشمنی به دوستی، این هنر است. ما بتوانیم سراسر جامعه را از دشمنی ها بیرون کنیم به دوستی بکشانیم، این کار بزرگه. انقلاب واقعی اینه. با گذشت می شود دشمنی های طویل المده و تاریخی را تبدیل کرد به دوستی های مندگار و بدون آسیب. شرطش اینه که صادقانه اهل گذشت باشیم. اوس و خزرج با انتقام به نتیجه نرسیدن، پیامبر آمد با گذشت با هم دیگه برادر شدن. ما امروز به شدت نیازمند به این گونه اخلاق اجتماعی هستیم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن، هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با شیوه بهتر دفع کن، که در این صورت آن که با او، آن که با تو دشمنی دارد، فاذا الذی بینک و بینه عداوه، دوست صمیمی می گردد.
اون دفع احسن همون گذشت است. یکی از آثار گذشت اینه که دشمنی ها تبدیل می شود به دوستی، باعث محبوبیت انسان در جامعه و خانواده می شود. مادر با گذشت محبوب دل اعضای فامله، پدر مهربان و با گذشت محبوب دل هاست، حاکم با گذشت محبوب القلوب جامعه است، مسئولی که در نقطه مشغول کار است اگر اهل گذشت است مردم او را داره و احترام میکنند. امام صادق فرمود این شئت ان تکرم، اگر دوست داری همیشه محترم باشی فلن اهل گذشت باش، و این شئت ان تهان فخشون، اگر میخوای مورد بیمهری و اهانت و بیتوجهی قرار بگیری خشونت به کار ببر. خشونت انسان خار میکنه، ذلیل میکنه و زبون میکنه. گذشت کینه ها را از دلها بیرون میکنه. اونی که مادر عیب ها از کینه است، گذشت این گناه نابخشودنی را نابود میکند. بعضی جاها ما وظیفه داریم درباره گذشت جدی عمل بکنیم، مخصوصا در قبال خانواده. متاسفانه امروز قانون خانواده ها تضعیف شده، فرارها، فاصله ها، بیگانه شدن ها، همه اینا نتیجه عدم عفو است. گذشت ها کم شده. خداوند می فرماید بهترین تربیت، درسترین تربیت این است که شدت عمل به خرج ندی. شما اگر با زدن و با سخت گرفتن فرزند و همسرت را بخوای کنترل بکنی، فقط جایی که تو هستی کنترل میشه، اما جایی دیگه که نبودی به دروغ رو میاره، به فریب رو میاره، به توطئه رو میاره. اما با محبت میتونی همه جا کنترل کنی، همه جا این رابطه برقرار باشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، ای کسایی که ایمان آوردین، بعض همسرای شما و فرزندان شما عدوان لکم، اینها دشمنای شمایند، فحذرهم، از آنها بر حذر باشید. در این حال که بعض وقتا همسر و اولاد دشمن هم میفرماید و این تعفو و تصفهو، اگر عفو کنید و ببخشید خدا شما را میبخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. ما اگر قرار است ببخشیم و بگذریم، خانواده اولویت داره، همسر اولویت داره. مخصوصا با کودکانمان باید خیلی اهل گذشت باشیم، با مدارا برخورد بکنیم. اینایی که امروز خلاصه خیلی از جنایت ها را انجام میدن، اینا فرزندایی هستند که موقع تربیتشان به اینا مهربانی نشده. با چوب و تازیانه و خلاصه خمچه و دره نمیشه بچه سالم تربیت کرد، نتیجهش میشه یک انتحاری. رحم الله عبدا اعان ولده على بره بالاحسان الی، خدا رحمت کنه او پدری را که فرزندش به زیبایی دعوت میکنه، با چی؟ با احسان به او و تألف له، با او مهربانی میکنه و تعلیمه و تعذیبه، او را یاد میده، او را ادب میکنه. ما نیاز به گذشت داریم، هم در جامعه، هم در خانواده، هم برای آرامش، هم برای عزت، هم برای پیشرفت. خب در یک جلسه نمیشه همه این مطالب را مطرح کنیم. خدایا همه ما را با قرآن، با اخلاق پیامبر، با راه‌های عزت و خدایا آرامش روحی و روانی و سلامت همه جانبه آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا بر با پیشه کردن سفارش میکنم، هم عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت 11 امام، امام عسکری علیه افضل صلوات المسلین، که خداوند در حدیث لوح اون بزرگوار را این گونه معرفی کرده: اخرج منه الداعی الی سبیلی والخازن لعلمی الحسن. این حدیث انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. حدیث لو مثل حدیث 12 خلیفه از احادیث مهم و از منابع بسیار ارزشمند باور اصیل و از طرق تکمیل ایمان است. در حدیث لو که در روز ولادت آقای امام حسین خداوند اون حدیث توسط پیک مخصوص خودش فرستاد خدمت رسول مبارک اسلام و حضرت او را هدیه داد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها به یمن ولادت آقا و مولا من امام حسین، که پیامبر او را چراغ هدایت و کشتی نجات معرفی کرده، اون بخشی که مربوط میشه به امام عسکری، خدا میفرماد اخرج منه، از امام هادی من متولد میکنم کسی را که الداعی الی سبیلی، دعوت کننده است به سمت راه من، والخازن لعلمی، او خزانه دار علم منه. بعد میفرماید الحسن. تسلیت عرض میکنیم شهادت این بزرگوار را که سال 260 هجری مثل دیروز 8 ربیع این بزرگوار در شهر سامر را به شهادت رسید. واقعا جای تسلیت دارد. دیروز سال روز شهادت پدر امام است که همه انبیا آمدن او را خبر داده. سال روز شهادت پدر کسی است که شما در دعا این گونه میخوانین: این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون کسی که واسطه ارتباط زمین با آسمان است. روزی سختی بود دیروز بر آقای ما. تاریخ می نویسد 6 سال امامتش بود. 28 سال بیشتر عمر نکرد. در بین امامان ما جزو 2-3 معصوم است که خیلی عمر کوتاه داشته. حضرت زهرا 18 ساله، امام جواد حدوداً 25 ساله، امام عسکری 28 سال حد اکثر 29 سال. از 2 سالگی که از مدینه آوردن تا 28 سالگی تحت کنترل دشمن بود، بنی العباس.
اما در این مدت کوتاهی که امامت به عهده داشت خیلی کار بزرگی را مدیریت کرد. آخه قبل از اون 11 امام رو مردم میدیدن، اما امام عسکری کاری کرد که مردم اعتقاد پیدا بکنن به امامی که زنده است اما دیگه مردم نمیبینه. این باور را به وجود آوردن، این امانت را حفظ کردن کار سختی است. ایده خاصی می توانستن در این مدت وجود نازنین آقا را ببینه. دیگه فرصت ندارم من اینها را عرض بکنم. امامت یک جایگاه بسیار بالایی است. من فقط اشاره میکنم و عرضم در این مقوله طولانی نشود. یکی از موضوعاتی که در قرآن آمده مسئله امامت است. در 8 جای قرآن دقیقاً کلمه امام آمده. شاید بهتر از این نتوانیم در جلسات مثل نماز جمعه خلاصه با بحث قرآنی این مباحث مطرح کنیم. در 8 جا من 2 جاش مطرح میکنم. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، سوره مبارکه بقره آیه 124. خداوند وقتی حضرت ابراهیم را آزمود، خب میدونین ابراهیم اخراج شد از سرزمینش، بعد به سمت مکه رفت همراه همسرش، همسری را که بعد از اونی که همسر اولش اولاد نیاورد خلاصه نصیب شد، او را با اسماعیلش در بیابان مکه اونجا تنها گذاشت. ابراهیم داخل آتش رفت، ابراهیم با بت پرستان مبارزه کرد، ابراهیم فرزندش به قربانگاه برد، کارت رو گلوش گذاشت. همه اینا را خداوند در این آیه اشاره میکنه. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا ابراهیم به اینها آزمود، فاتمهن، همه اینها را خوب کامل پشت سر گذاشت. قال ان جاعلک للناس اماما، خدا فرمود حالا شده امام، حالا ما تو را امام قرار دادیم. اینی من خدا جاعلکه تو را قرار دادم للناس اماما. بابا امامت از جانب خداست. اینی جاعلکه للناس اماما، یکی از 8 جایی که عرض کردم در قرآن بحث امام آمده همین آیه است. حالا اون آیه را همه شما شاید بلد باشین، سوره مبارکه یاسین 36 سوره قرآن آیه 12، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. فرصت هم نیست، منم زیاد قصد مزاحمت ندارم، حالا اینطوری پیش آمد. بس امیر المومنین که امام است میفرماید خداوند مرا پیشوای خلق خود قرار داد. ان الله جعلنی اماما لخلقه، سخن آقا امیرالمومنین است. ففرض علی التقدیر فی نفسی و مت عمی و مشربی و ملبسی كزعفاء الناس، فرمود خداوند مرا پیشوای خلق خود قرار داد تا از این رو بر من واجب کرد که در خودم و خورد و خوراک و پوشاکم همانند مردمان تنگ دست باشم. زندگی من باید مثل زندگی افراد پایین جامعه باشه. بعد فرمود تا نادار و ناداری من تأسی جوید. نگه که خب این امام ما چقدر لکسه، این رهبر ما چقدر لکسه. حضرت فرمود نادار به ناداری من تأثیر کنه، توانگر را توانگریش به طغیان و سرکشی نکشد. حضرت فرمود خدا مرا امام مردم قرار داده برای این، اینا امام بودن که با مردم اینطوری زندگی میکردن. باز فرمود چیزی بر عهده امام نیست جز
همان وظایفی که پروردگار بر عهده اش نهاده است. چی چیزایی را خدا بر عهده امام گذاشته؟ لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. حالا من اینا رو میگم. یک، جدیت در موعظه و اندرز. تعبیر خود آقا اینه، الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه. دلسوز باشه در روشنگری، در موعظه، کوشش در خیرخواهی و الاجتهاد فی النصیحه. باید واقعا خیرخواه همه مردم باشیم، خیرخواه همه آحاد ملت باشیم، خیرخواه همه انسان ها باشیم، همه مسلمان ها، که به جای خود ارشاد و زنده کردن سنت، سنت های خدا، سنت های پیامبران را زنده کنیم، اجرای حدود الهی بر آنان که سزاوارند. فرمود وظیفه امام اینه، رساندن سهم یعنی بیت المال و کسانی که سهم میبرن. باید بیت المال به همه برسه، هر کس در بیت المال سهم داره. و اصدار و سهمان علی اهلها، وظیفه امام اینه. علی کل حال پیامبر فرمودن امامان شما نمایندگان شما نزد خداوندن. این تعبیر از پیامبر است، ان ائمتکم وفدکم الی الله. امامان شما نمایندگان شما هستند در پیشگاه خداوند. فانظر من توفیدون فی دینکم و صلاتکم. بنگرید در دین و نماز خود چه کسانی را نماینده میکنید. باز فرمود امامان شما، راهبران شما به سوی خداوندن. ان ائمتکم قادتکم الی الله فانظروا بمن تقتدون فی دینکم و صلاتکم. بنگرید در دین و نماز خود به چه کسی اقتدا میکنید. امامی که در بین ائمه ما خیلی کم عمر کرد، اون عمر کمش هم که 28 سال بود، 22 سال همراه پدر، 26 سال بعد از پدر زندگی کرد، امام عسکری علیه السلام بود. من یک جریان از این زندگی واقعا پر از زیبایی ها براتون نقل بکنم. در این حالی که در شهر سامرا تحت کنترل دقیق دشمن بود، بزرگترین ارتباط با دنیا داشت، شبکه‌ای داشت توسط افراد. گاهی دیدین عصا، حضرت در شرایطی بود اگر میخواست یک نامه بفرسته به جایی نمیشد، داخل عصا یک فضایی است، حضرت نامه مینوشت، داخل عصا میکرد، عصا را میفرستاد، گویا یک عصایی را دارن به کسی میدن. اینجوری با دنیا ارتباط داشت، اما ارتباط برقرار بود. کسی میخواست از امام عسکری مسئلهی بپرسه، نمیشد، جانش در خطر بود و آقا خطر جانی مردم خیلی براش ارزش قائل بود. کسی میخواست مسئلهی بپرسه، رفت یک کسی میوه فروش بود، بادرنگ فروش بود، رفت او را بادرنگاش خرید، لباسای او را گرفت، به شکل بادرنگ فروش رفت مسئلهش از آقا پرسید. در این شرایط زندگی کرد، اما کارهای بزرگی کرد. یکی از دوستان حضرت در همه جا نماینده داشت، در عین این فشارها هیچ خلاصه کوتاهی صورت نگرفت، شخصی است به نام احمد ابن اسحاق قمی. ایشان وکیل امام عسکری در شهر قم بود، گاهی از قم میرفت دیدن امام عسکری. در یکی از سفرها خدمت امام عسکری رسید، یه مقدار وجوهات برده بود، خب سهم مبارک امام برده بود. وقتی رسید خدمت حضرت،
گفت آقا جان اینا رو مردم قم دوستان شما مؤمنین برای شما فرستادن. آقا فرمود صبر کن. گفت اینا رو از شما من تحویل نمیگیرم. تعجب کرد چرا آقا تحویل نمیگیره، خبر نداشت. حضرت فرمود که اینا رو من از شما تحویل نمیگیرم، اینها رو فرزندم از شما تحویل میگیره. تعجب کرد گفت آقا شما فرزندم دارین؟ میدونین حضرت موسی تا لحظه ای که متولد شد فرعونی ها نمیفهمیدن مادر موسی اولاد داره. قرآن رو بخونین. گفت آقا جان شما فرزندم دارین؟ حضرت فرمود بله من فرزندم دارم. همطوری منتظر ماند. این آقا احمد ابن اسحاق قمی میگه یک وقت دیدم یک آقازاده 3 ساله. حضرت رفت داخل اتاق، یه فرزند 3 ساله رو به دوش مبارکش سوار کرده بود با خودش آورد بیرون. احمد ابن اسحاق میگه دیدم چهرهش مثل ماه میدرخشه، مثل پدر بزرگوارش نورانی است. میگه من خیره شده بودم به این فرزند که این چه کاره است. آقا فرمود دقت کنین این مهمه. حضرت فرمود هو امامکم. احمد ابن اسحاق این بچه ای که به دوش من است این امام شماست. هو امامکم. آقا اینطوری کار کرد، هو امامکم. من عبارت براتان بخوانم، و خلیفت علیکم. فرمود جانشین ما بر شماست. بعد همونجا بحث غیبت و بحث خلاصه غیبت صغرا و کبرا همه اینا رو به احمد ابن اسحاق آموزش داد. والله لیغیبن نه. فرمود قسم به خدا یه غیبت داره با لام تأکید، با الله، با نون تأکید، فعل مضارع. فرمود والله لیغیبن نه، به خدا قسم این پسرم یک غیبتی میکند. الان بعد از ازارو الان میدونین امروز 1190 سال از ولادت امام حسن عسکری گذشته، از شهادت امام عسکری گذشته و امروز که آغاز امامت حضرت است 1185 سال گذشته. اون زمان که این تاریخ نگذشته بود حضرت فرمود این پسر من غیبتی میکنه. بعد یه نکته ای هم فرمود مثله فی هذه الامه، مثل پسر من در این امت که مثل الخضر، مثل خضره. مگر عقیده نداریم خضر زنده است؟ این پسر من مثل خضر است. احمد ابن اسحاق میگوید وقتی آقای صحبت ها را کرد بعد فرمود که متوجه باش احمد ابن اسحاق، این فرزند من مصلح کل است، جهان را اصلاح میکنه. اون ایره که 1,24,000 پیغمبر دنبالش بود این عملی میکنه. میگه دوست داشتم خود آقا پسر آقام با من صحبت بکنه. به دلم همینجوری گذشت، گفت کاش خود این پسر 3 ساله ایره که آقا با عنوان جانشین خودش معرفی کرده اینم با من صحبت بکنه. یه نگاهی کرد فرمود احمد ابن اسحاق انا بقیت الله، من بقیت الله هستم، انا المنتقم من اعداء الله، من همون کسی هستم که انتقام میگیرم از دشمنای خدا. انا المنتقم من اعداء الله. بعد آقا فرمود میدونم این مبالغ، این به اصطلاح پولهایی را که آوردی کی بهت داده؟ حتی حضرت فرمود من بگم کیا اینا را به تو داد؟ خب احمد ابن اسحاق از قم بلند شده رفته. حضرت یکی یکی فرمود این وجوهات فلانی فرستاده، این فلانی فرستاده، این فلانی فرستاده. آقای ما در این مدت 6 سال که امامتش بود یکی از کارهایی را که کرد آقای ما را معرفی کرد. اما دیروز لحظات آخر آقا بود، آقا را زهر داده بودن. ائمه ما یا به شمشیر به شهادت رسیدن یا به زهر. وقتی
زهر بر بدن آقا تأثیر کرد، بدن را متلاشی کرد، داروی را درست کرد، همسر آقا مادر حضرت نرجس خاتون. بعد راوی میگه دیدم دست ها کار نمی کرد، لرزه پیدا کرده. به خادمش فرمود برو داخل اتاق، کسی مشغول سجده است او را خبر کو بیای کنار من. راوی میگوید خادم آقا بود، وقت رفتم دیدم یک آقازاده مشغول نماز است، مشغول سجده است. گفتم آقا بیا پدرت کار داره. وقت آمد صدای امام عسکری بلند شد، یا سید اهل بیت، ای بزرگ خانواده ما، اسقنی شربتم من الما، جرعه آب به کام من برسان، فإنی ذاهب الی ربی، من دارم از دنیا میروم، من سمت خدا در حرکتم. امام زمان لحظه جان دادن به یاری پدر آمد، آب داد، آقا جان سر شما به سلامت، خدا ما را در این عزا شریک ناله های شما قرار بده، شما تنهایی مصیبت تحمل نکردین، ندیدین، شما اون لحظه ای را میبینین که جد شما امام حسین میره به بالین علی اکبر، شما صاحب الزمان این لحظه ها را میبینین، آغاز امامت این بزرگوار که برکتی است برای بشریت. انشالله با انتظار واقعی، با اعتقاد کامل، انشالله از این فیض بزرگ بهرمند بشویم. یکی دو نکته را عرض بکنم. حقیقتا وقتی امشب آخرای شب من این خبر شنیدم خیلی متأثر شدم، خدا میدونه از صبح سه بار من اشک ریختم. کشور ما الحمدلله همه مسلمان، همه پیرو قرآن، همه رو به قبله هستن، همه طرفدار قرآن. خدا نابود بکنه دشمنایی را که این گونه جامعه ما را میخواهن خلاصه آزار بدن. من امیدوارم که با دلسوزی مسئولین، با همدلی، با صداقت، انشالله این توطعه ها جلبش گرفته بشه. من هفته گذشته وقت نشد، امسال الحمدلله مسئولین امارت اسلامی در مرز که دفتر آیت الله سیستانی در مرز به اصطلاح بین افغانستان و جمهوری اسلامی در هرات در اسلام قلعه موکب داشت، خیلی همکاری کردن، واقعا به زوار همکاری کردن مسئولین امارت اسلامی. اونهایی که همکارای ما در موکب بودن خیلی از همکاری ها به اصطلاح صحبت کردن، اما متاسفم 12 نفر یا 14 نفر از زائرینی که از کربلا برگشته بودن در منطقه دایکندی از مردمان سنگتخت، شما در اخبار شنیدین ادهی آمدن به استقبال اینها که زائرین کربلا را کمک کنن، احترام بکنن. روایت داریم کسی که کربلا میره برمیگرده مثل حاجی به استقبالش برید، برایش سلام کنید، برایش تبریک بگید. اون عزیزانی که به استقبال آمده بودن 12 نفر قطعیه، اینها در یک بیابانی، خلاصه حالا من دقیق منطقش نمیدونم، اینها متاسفانه توسط دشمنان ملت افغانستان، دشمنان وحدت افغانستان از موتر پیاده شدن، همشون به شهادت رسیدن، 4 نفر اینا مجروح شدن. خدایا ما این شکایت به درگاه تو میبریم. امام زمان ما عقیده داریم شما نماینده خدایی، وقتی ببینی یک بیگناهی به استقبال ظاهر کربلا میایی، آقا خودت دعا بکن این امنیت انشالله تکمیل بشه. دشمنان این مرزوبوم، دشمنان اسلام، دشمنان امنیت ما، حاکمیت ما، دشمنان مردم ما انشالله ذلیل و خار و نابود بشه. خدایا فرج اون عزیز برسان، ما را قدردان نعمت قرآن اهل بیت پیش از پیش قرار بده. خدایا دشمنان
افغانستان، دشمنان حکومت، دشمنان نظم، دشمنان پیشرفت، دشمنان مردم ما اگر قابل هدایت نیستن نابود ریشکن بگردان، توطئه ها را به خودشون برگردان. خدایا خانواده های داغداری که در این مصیبت داغدارن همشان را خدایا صبر و اجر صبر مرحمت بفرما. عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.